گلاسیا سلام، امروز میخوایم خلاصه فیلم به نام سوگواری یا بیریومنت رو با هم دیگه ببینیم. حواستون به صحنه‌های خشن و اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش به من فوش ندید. در سال 1989 مردی به نام گراهام رو میبینیم که با ماشینش اطراف محله در ماینرزویل پرسه میزنه و بچهای مدرسه ای رو زیر نظر داره. توی یکی از خونه‌های این محل پسری به اسم مارتین روی تاپ نشسته و مادرش در حال صحبت با پرستار بچه‌ای هست که شرایط خاص مارتین رو براش توضیح میده. مادر این بچه یعنی کاترین توضیح میده که پسر شرایط خاصی به اسم CIPA داره که باعث میشه این بچه هیچ دردی رو حس نکنه، یعنی ممکنه مارتین سلامه ببینه ولی به هیچ وجه ازش باخبر نشه. برای همین پرستار باید هر چند ساعت یه بار بدن مارتین رو بررسی کنه که زخم نشده باشه. توی حیات خونه گراهام به سمت مارتین میاد و بهش میگه یه دوچرخه هست که پسر خالش نخواسته و میخواد همینطوری به مارتین هدیه بدهش. بچه‌ام که دوچرخه دوست داره حرفش باور میکنه و باهاش میره تا ازش بگیرتش. مادرش کاترین که از پنجره بیرون نگاه میکنه و مارتین رو نمیبینه و از ذره میشه و به بیرون میدوه ولی اثری از اون نیست. نصف شب زن دیگه رو میبینیم که تو زیر زمین یه خونه در حالی که بسش رو چش باز میکنه و گراهام هم داره گونی رو اونجا جابجا میکنه. وقتی گونی رو باز میکنه مارتین رو میبینیم که بیهوش افتاده و زن اصیلم با دیدنش گریه میکنه. گراهام توجهی به گریه زن نمیکنه و چاقویی رو برمیداره و به سمت مارتین میبره و ازش میخواد که نترسه. مرد روانی با چاقو صورت مارتین رو میبره ولی اون هیچ واکنشی به درد نشون نمیده. اما زن از ترس شروع به جیغ زدن میکنه و در نتیجه گراهام با برداشتن یه چاقوی قصابی به سمتش میره. جیغ و داد زن بیشتر میشه اما گراهام بی هیچ حس ترحمی شروع به سلاخی و تیکه تیکه کردن اون میکنه. یه لحظه مارتین موفق میشه فرار کنه و از اونجا بره بیرون اما گراهام سری میره و دنبالش اون رو به زیر زمین برمیگردونه. 5 سال بعد میبینیم مردی به اسم جاناتان برادرزادش به اسم الیسون رو کنار جاده سوار میکنه تا با خودش به خونه ببره. الیسون به تازگی خانواده‌اش رو از دست داده. دختر کوچیک جاناتان به اسم وندی هم کلی از دخترعموش استقبال میکنه. همسر جاناتان یعنی کرن هم اتاق الیسون رو بهش نشون میده و با خوشرویی باهاش برخورد میکنه. اون به الیسون میگه هنوز اتاق خودت آماده نشده و تا رنگش بکنیم اینجا با وندی توی اتاق میخوابید. قسمت دیگه ای از شهر دختری به نام ملیسا از محل کارش بیرون میاد و به سمت ماشینش میره. اینجا دوباره گراهام رو میبینیم که با ماشین راه خروج ملیسا رو میبنده و دختر هم برای اعتراض از ماشینش پیاده میشه. اینجاست که گراهام اونو هم میدوزه و با خودش به سلاخونه میبره. وقتی گراهام دست پای ملیسا رو میبنده مارتین رو میبینیم که هنوز زنده است و یه گوشه یواشکی کاری که گراهام میخواد انجام بده رو میبینه. ملیسا صدای زن دیگه ای رو هم میشنوه و متوجه میشه شخص دیگه ای هم اینجا کنارش زندانی شده. ملیسا جیغ و داد میکنه اما زن دیگه بهش میگه خودتو خسته نکن چون هیچ امیدی به فرار نیست و قراره بمیری. زن دیگه از ملیسا میپرسه امروز چندم و ملیسا هم که میفهمه این زن چقدر اینجا بوده که حتی تاریخ یادش رفته جیغ و داد بیشتری راه میندازه. روز بعدی الیسون رو میبینیم که برای ورزش از خونه بیرون میزنه و در حین دویدن از کنار همون سلاخونه رد میشه. دم پنجره مارتین رو میبینه ولی پسر که متوجه دیدنش میشه سریع یه گوشه خودش رو قایم میکنه. الیسون هم راهش رو ادامه میده و مارتین به ایسول میزنه در حالی که نمیفهمه دست چپش به شیشه گیر کرده و بریده شده. همین که برمیگرده گراهام جلوش وایساده و بهش میگه این کنجکاوی ها یه روز به کشتنت میزنه. الیسون موقع دویدن پسر جذابی به اسم ویلیام رو میبینه و بعد از اینکه از یه تصادفشون سالم به در میبره ویلیام میدوه طرفش تا مطمئن شه حالش خوبه. بعد از دیدن زخم دست و پای الیسون بهش پیشنهاد میده که به خونه برسوندش و دخترم قبول میکنه. وقتی میفهمه ویلیام میخواد با موتور برسوندش یکم میترسه اما در آخر سوار میشه. تو راه ویلیام و الیسون با هم صحبت میکنن. الیسون توضیح میده چرا به این محل برای زندگی اومده. وقتی میرسن دختر کلاه ویلیام رو بهش پس میده ولی اون قبول نمیکنه و میگه بعدن نیازت میشه. عموی الیسون یعنی جاناتان هم این دو نفر با هم میبینه و اصلا حس خوبی نداره اما بهشون حرفی نمیزنه. توی سلاخونه گراهام مارتینو به اتاقی که زندانیا رو نگه داشته میبره و بهش یاد میده چجوری از دستگاه خرد کردن گوش استفاده کنه. گراهام یه چاقو سمت بچه میگیره و بهش میگه توی گله گاوهایی که توی سلاخونن مرداشون با حس کردن بوی خون و ترس سعی میکنن فرار بکنن. برای همین باید رگ پاهاشون رو ببرین تا نتونن در برن. بعدم پیشبند سلاخشو میبنده و به اتاق دیگه میره و با شنیدن جیغ و داد زن متوجه میشین داره اونو سلاخی میکنه. اون از مارتین میخواد دست و پای زن رو ثابت نگه داره ولی بچه که خیلی ترسیده پا به فرار میذاره. گراهام هم دوباره اونو میگیره و به اتاق دیگه میبره که یه مجسمه با یه ماسک وحشتناک گاو وایساده. گراهام داد میزنه همه چیز تحت کنترله و بچه رو به جای میبره تا زندانی بکنه. آخر شب گراهام رو میبینیم که یک قابلمه پر آب جوش روی دست خودش میریزه ولی هیچ دردی حس نمیکنه و میفهمیم دلیل اینکه مارتین رو زده نگه داشته شباهت بیماریشون به هم دیگه است. روز بعد الیسون با عموش دارن به مدرسه میرن که از کنار همون سلاخونه رد میشن و دختر توضیح میده روز قبل پسر بچه‌ای رو اینجا دیده. جاناتان هم میگه اینجا قبلا محل تولیدات گوشت و مرغ بوده و خیلی وقت تعطیل شده. همینطور توضیح میده اون موقع پسری به اسم گراهام توسط باباش مجبور میشد اینجا کار کنه و با اینکه هیچ علاقه ای نداشت تمام روز رو میومد سلاخونه و حتی مدرسه هم نمیومد. وقتی به مدرسه
میرسم جاناتان میگه که ساعت 2:30 ظهر میاد دنبال الیسون. توی سلاخ خونم گراهام مارتین رو با اسفنج همون میشوره، میگه اشتباهاتشو میبخشه. الیسون زودتر از 2:30 از مدرسه میاد بیرون، اما جای اینکه منتظر عموش بمونه ترجیح میده به خونه بره. تو راه ماشین گراهام رو میبینه که آروم داره دنبالش میاد، ولی وقتی ماشین رو نگاه میکنه با سرعت از کنارش رد میشه. الیسون به خونه ویلیام میرسه و ترجیح میده کمی باهاش وقت بگذرونه، در حالی که عموش دم مدرسه رسیده و منتظرشه. ویلیام از الیسون دعوت میکنه که برای شام بیرون برن، اما قبل از اینکه جوابشو بگیره پدرش از خونه صداش میکنه. ویلیام میدوه توی خونه و میبینه که پدرش از روی ویلچر افتاده و حالش خوب نیست. الیسون و ویلیام پدر رو روی صندلیش میشونن و پدر که آدم بی‌حسابیه بعد از فهمیدن اینکه الیسون اهل شیکاگو بهش شیکه میندازه و دخترم با ناراحتی اونجا رو ترک میکنه. تو راه برگشت الیسون جلوی سلاخونه دنبال پسر بچه میگره، اما به جای اون گراهام رو میبینه که وسط خونه وایساده و نگاهش میکنه و سری به سمت خونه خودش راه میره. توی سلاخونه ملیسا سعی میکنه با حرف زدن مارتین رو راضی کنه که آزادش کنه، ولی اون به تمیز کردن اتاق ادامه میده. گراهام هم همون لحظه سعی میرسه جلوی ملیسا رو دست مارتین با چاقو زخم عمیق ایجاد میکنه، اما پسر بچه هیچ واکنشی نشون نمیده. در جواب جیغ و داد ملیسا هم گراهام بهش میگه این پسر روح پاکی داره و عذابی نمیکشه. الیسون بعد از تاریکی به خونه میرسه و عموش باهاش دعوا میکنه که چرا دیر اومده خونه و میگه دیگه نباید این کارو انجام بده. نصف شب ملیسا زندانی از خواب میپره و مارتین رو میبینه که بهش زل زده. دخترش شروع به التماس میکنه و میگه منو آزاد کن تا با هم فرار کنیم. مارتین هم بالاخره راضی میشه و یه چاقو برمی داره و دست و پای دختر رو باز میکنه. تو اتاق کناری گراهام در حال نوشتن یه دفتر خاطرات و مثل دیوونه ها با مجسمه که ماسک گاو داره و قبلا دیدیم این صحبت میکنه. اون به مجسمه التماس میکنه که درد و عذابش رو تمام کنه و میگه همه کارهایی که خواستی رو انجام دادم، چرا پس آرامشمو بهم پس نمیدی. همین لحظه ملیسا شروع به فرار میکنه و گراهام با شنیدن صدای پای اون سری دنبالش میدوه. با قفل بودن در سلاخونه ملیسا گیر میوفه و یه گوشه قایم میشه. گراهام میاد اونجا، وقتی پیداش نمیکنه راهشو برمیگرده. این لحظه ملیسا با میله آهنی که تو دستش سعی میکنه از پشت گراهام رو بزنه، ولی موفق نمیشه و گیر میفته. این بار رحمی وجود نداره و گراهام یه قلاب فلزی رو تو پای دختر فرو میکنه و اونو بالا میکشه. بعدم اونو به دستگاه سلاخونه وارد میکنه تا مثل گوشه چرخ کرده بکشتش. گراهام پیش مارتین میره و دعواش میکنه که چرا دختر رو آزاد کرده. بهش میگه مجسمه های مقدس دیگه نمیتونن بهت اعتماد کنن، باید بهشون ثابت کنی لیاقت زنده موندن رو داری. بعدم به اتاق بالایی خونه میره. اونجا یه چیز عجیب زیر یه لحاف پنهان شده و گراهام با خشم باهاش صحبت میکنه و میگه تو باعث همه این اتفاقاتی. یه لحظه لحاف تکون میخوره، ولی گراهام چشماشو به هم فشار میده و باز کردنش میفهمه توهم زده و چیزی که زیر لحاف واقعا مرده. روز بعد الیسون بعد مدرسه ورزش میکنه که ویلیام تو راه میبیندش و بهش پیشنهاد میده برای شام برن بیرون. دخترم میگه باید قبل تاریکی به خونه برسم و پسرم قبول میکنه تا با هم برن. موقع شام با هم حرف میزنن. ویلیام میگه مادرم خیلی وقت پیش مریض شده و مرده و پدرم هم پاهاش توی تصادف توی شیکاگو از دست داده، برای همین از این ایالت بعدش میاد و اون موقع به تیکه انداخته. بعد شام با هم میرن به یه محل دیگه تا توی ماشین فیلم ببینن و فضای عاشقونه بینشون شکل میگیره. وقتی دارن همون میبوسن یه نفر پشت ماشینشون وای میسته و یه دفعه میبینیم جاناتان کنار پنجره خودشون نشون میده و الیسون رو دعوا میکنه تا باهاش به خونه بره. تو ماشین هم میگه من میخوام ازت مراقبت کنم و اگه قرار خونه من بمونی باید به قوانینم احترام بذاری، و الیسون هم موافقت میکنه. دوباره سلاخونه رو میبینیم. گراهام زن جدیدی رو اسیر کرده و مارتین رو بیدار میکنه تا باهاش بیاد. بعد یه چاقو به مارتین میده و میگه زنو بکش. اون قبول نمیکنه و گراهام مجبورش میکنه دست و پای زنو نگه داره تا خودشون رو سلاخی کنه. جیغ و داد زن همه جا میپیشه. خونش رو صورت مارتین میریزه و هیچ کسی که جلوی این جنایت رو بگیره. بعد از کشتن زن گراهام مارتین رو میبره تا صورتش رو بشوره که یه سایه ای رو پشت سرش میبینه. شروع میکنه داد زدن و میگه دیگه ازت نمیترسم. انقدر داد و فریاد میکنه تا سایه ناپدید میشه. روز بعد الیسون داره لوازمش رو جمع میکنه تا برای همیشه از اونجا بره، ولی زنموش کرن جلوشو میگیره و میگه جاناتان خیلی دوستت داره و فقط میخواد از تو مراقبت بکنه. میگه ترس جاناتان از ویلیام، چون مادرش از مریضی نمرده بلکه خیلی وقت پیش خودکشی کرده. ویلیام هم مدت هاست پیش روانپزشک میره تا حالش بهتر شه و ممکنه برات خطرناک باشه. الیسون خیلی ناراحت میشه و سریع میدوه پیش ویلیام تا بابت شب قبل معذرت خواهی کنه. به ویلیام میگه من حقیقت راجع به مادرت میدونم و میخوام پیشت باشم تا کمکت کنم. پدر ویلیام دوباره دخالت میکنه و میگه مادر ویلیام اصلا آدم خوبی نبود و ما رو تنها گذاشت. تنش زیادی ایجاد میشه و الیسون با ناراحتی دوباره از اونجا میره بیرون. موقع رد شدن از کنار سلاخونه دوباره مارتین رو میبینه و این بار پای خودش میره اونجا تا با دوچه صحبت بکنه. دختر دنبال پسر میگرده و وارد اتاقای مختلف میشه. بالاخره به اتاقی میرسه که گراهام دفتر خاطراتش رو روی میز گذاشته. توی اون دفتر عکس، ناخون، دندون و چیزهای مختلفی از قربانی ها وجود داره. خبر گم شدن مارتین از روزنامه هم توی این دفتر هست. کنار عکس مارتین نوشته شده گراهام مارتین رو به خونه آورد تا بهش شغل خودش رو یاد بده. این بچه خیلی کم حرف میزنه که احتمالاً به خاطر اینه که ترسیده. دختر به گشتن ادامه میده و گراهام سر میرسه. بالاخره الیسون به مارتین میرسه و میگه بیا من نجاتت بدم، اما همون لحظه گراهام از پشت به ایز ضربه میزنه و اونو هم اسیر میکنه. جاناتان و کرن هم نگران الیسونن ولی نمیدونن کجا رفته.
روز بعد جاناتان بالاخره تصمیم میگیره دنبال خواهرزادش بگرده، اما موقع بیرون رفتن ویلیام رو میبینه. ویلیام توضیح میده که با هم دعواشون شده و دیگه هیچ خبری ازش نداره، که عموم با عصبانیت بهش میگه دیگه خود دور خونه ما پیدات نشه و گم شدن الیسون تقصیر توه. وسط گشتن جاناتان به سلاخ خونه میرسه، در میزنه بلکه گرهام خبری از دخترش داشته باشه. دختر با شنیدن صدای دست شروع به جیغ و داد میکنه، اما گرهام سری دهنشو میبنده و میره جلوی در ورودی. قبل از اینکه جاناتان اونجا رو ترک بکنه درو باز میکنه تا ببینه چی کارش داره. جاناتان میپرسه خواهرزاده منو از دیروز جایی ندیدی؟ که اونم میگه نه. جاناتان اضافه میکنه که الیسون چند وقت پیش یه پسر بچه اینجا دیده بود، که گرهام با عصبانیت میگه از اینجا برو بیرون. توی زیرزمین الیسون موفق میشه دهن خودش رو باز کنه و یه دفعه جیغ میزنه. جاناتان صدا رو میشنوه، ولی قبل از اینکه کاری از دستش بر بیاد گرهام بهش شلیک میکنه و اونو میکشه. بعدم میره زیر زمین و الیسون رو به فریزر صنعتی میبره تا از سرما بکشتش. ویلیام میبینیم که داره با موتور به خونه خودش رو میره و توی راه ماشین عموی الیسون رو جلوی سلاخ خونه میبینه. گنجاویش گل میکنه، بعد که خبری از الیسون پیدا کنه و میره داخل اونجا. الیسون رو میبینه که داخل فریزر داره یخ میزنه و تصمیم میگیره ملافه‌ای که اونجاست روی خودش بکشه. با دیدن جسد یخ زده یه دختر زیلش سری فریاد میکشه و ملافه رو سر جاش میذاره. با وحشت جیغ و داد میکنه و وقتی مارتین رو پشت در میبینه بچه توجهی به التماسای اون نمیکنه و راهش رو میکشه و میره. ویلیام هم بالاخره خونه رو میگرده و الیسون رو میبینه که توی فریزر زندانی شده. سعی میکنه زنجیر قفل در رو بشکونه که گراهام سر میرسه و از پله میاد پایین. با اینکه الیسون کلی فریاد میزنه تا بهش اطلاع بده، اون متوجه نمیشه و در آخر گراهام با ضربه های متعددی سر ویلیام رو خورد میکنه تا آخرین امید الیسون هم از بین بره. گراهام میره صورت خودش رو بشوره که صداهای عجیب و تحقیرآمیزی از مجسمه گاوی که روی دیواره میشنوه. گراهام با مجسمه دعوا میکنه و میگه مارتین رو تنها بذار، من نمیخوام بهش آسیبی برسونم. بعد از بحث با توهم خودش میره پیش مارتین و شروع به تحقیر بچه میکنه. میگه تو هیچ حرفی نمیزنی و من میخوام بدونم که چی تو سرت میذاره. وقتی مارتین جوابی نمیده یه چاقو تو دست پسر فرو میکنه، اما بازم واکنشی نمیبینه. در آخر هم به مارتین میگه دیگه مشکلی ایجاد نکنه، از خونه میره بیرون. الیسون روی در فریزر سوراخ میبینه و با استفاده از میله که پیدا میکنه موفق میشه زنجیری که ویلیام تقریبا نصفش باز کرده بود روی زمین بندازه و از اونجا بره بیرون. سری دنبال راه خروج میگرده، اما تو آشپزخونه مارتین رو میبینه که با دست زخمی نشسته. سری چاقو رو در میاره و بچه رو بغل میکنه تا با خودش نجات بده. تو راه خروج مجسمه گاو دیگه رو میبینه و اونو با لگد میشکنه تا به مارتین بگه دلیلی نداره که از این چیزا بترسه. خونه عموی الیسون رو میبینیم. کرن و وندی منتظر خبری از پدر خانواده و الیسون هستن که ماشین گراهام نزدیکش متوقف میشه. کسی در میزنه و همین که کرن درو باز میکنه گراهام با خوشونت میاد تو. کرن میدوه آشپزخونه و به دخترش میگه برو تو اتاق خواب، و خودش شروع به مبارزه با گراهام میکنه. گراهام موفق میشه مادر رو زمین گیر بندازه و مادر با داد و فریاد به دخترش میگه برو تو اتاق درو ببنده، که بالاخره اونم این کارو انجام میده. بعد کرن سعی میکنه چاقویی رو برده تا از خودش دفاع کنه، اما گراهام بهش غلبه میکنه و با همون چاقو به سینه مادر ضربه میزنه. چند لحظه بعد گراهام بدن بیجون جاناتان رو هم به داخل خونه میاره و کنار همسرش میذاره. بعدم پرده های خونه رو با آتیش میکشه تا همه چیز رو طبیعی جلوه بده. یه چاقو دیگه هم برمیداره و میره دم پله ها تا دختر بچه رو هم بکشه. دختر که طبقه بالا وحشت کرده صدای سگش رو میشنوه و اونو میاره تو اتاق تا کنار خودش قایمش بکنه. گراهام سعی میرسه و وارد اتاق میشه، به قصد کشتن دختر میاد جلو، ولی وقتی میشنوه دختر داره به خاطر جون سگش التماس میکنه یه دفعه دلش به رحم میاد. مرد زیر گریه میزنه و میگه منم یه حیوان خونگی خیلی مهربون داشتم، ولی منو مجبورم کردن بکشمش. الیسون و مارتین به خونه میرسن و با دیدن آتیش وحشت میکنن. الیسون کرن در حال مرگ میبینه و کنارش میشینه. مادر میگه گراهام به اتاق دخترش رفته و الیسون با برداشتن چاقو میره طبقه بالا، جایی که گراهام تصمیم گرفته وندی رو با خودش به سلاخ خونه ببره تا زنده نگهش داره. الیسون بدون مکس با چاقو به مرد حمله میکنه و با دو تا ضربه چاقو اونو میکشه. سریع میره طبقه پایین و میفهمه کرن هم مرده، اما خبری از مارتین نیست. با پلیس تماس میگیره. بعد میره سمت دری که رد خون روشه تا مارتین رو پیدا کنه، ولی همون لحظه یه چاقو تو شکمش فرو میره. الیسون روی زمین میفته. مارتین از اتاق میاد بیرون و بدون هیچ رحمی بارها چاقو رو بدن دختر فرو میکنه تا اونو بکشه. بعدم از جاش بلند میشه و با چاقو به طبقه بالا میره تا دختر بچه رو هم بکشه. گراهام میبینیم که هنوز زنده مونده و خودش رو به سلاخ خونه میرسونه. به طبقه بالا پیش همون ملافه عجیب میره و بهش میگه حالا میفهمم چرا حیوانا با حس کردن خون، ترس و خیانت فرار میکنن. همینطور میگه تو هیچ وقت فرار نکردی چون نمیدونستی داره به خیانت میشه. همون لحظه مارتین از پشتش سر میرسه و با ضربات تبر اونو میکشه. روز بعد نیروهای امداد خونه رو تخلیه میکنن و هیچ کس نمیفهمه چه اتفاق وحشتناکی اونجا رخ داده. این در حالیه که مارتین در پنجره نشسته و با آرامش همه چیز رو میبینه. در کل داستان اینطوری بود که گراهام به اجبار پدرش کار سلاخی رو انجام میده، در حالی که خودش خیلی حیوانا رو دوست داشت. اون با یه گاو دوست شده بود و پدرش بهش میگه حیوانا هیچ دردی رو حس نمیکنن و مجبورش کرده بود که خودش اون گاو رو به دست خودش بکشه. این شکنجه‌های روحی پدرش باعث شد گراهام تصمیم بگیره از آدما انتقام بگیره، تا خیانتی که در حق اون گاو یعنی دوست صمیمیش کرده بود رو جبران کنه. و با دیدن مارتین سعی کرده بود این خلأ رو یه جور پر کنه و کار پدرش رو به بچه دیگه انتقال بده. در آخر هم همونطوری که خودش به دوست صمیمیش خیانت کرده بود، مارتین که به خیال خودش پسر
سرش شده بود بهش خیانت کرده اونو کشت و این چرخه تا ابد ادامه پیدا میکنه. این فیلم شاید در ظاهر یه تریلر یا یه دونه اسلشر به حساب بیاد، ولی خیلی معناهای زیادی پشتش داره و به ما میفهمونه که چقدر اجبار پدر و مادر میتونه زندگی بچه رو تغییر بده و حتی میتونه باعث روانی شدن یه بچه و ساختن یه قاتل سریالی از اون بشه. حواستون به دور و برمون باشه و اگه دیدیم بچه‌ای تحت فشار شدید خانواده است، سعی کنیم یه جوری اون رو نجات بدیم و حالش رو خوب بکنیم. رفقا سابسکرایب و کامنت یادتون نره. روزتونم گیلاسی.